مقام های سعودی روز گذشته یک جوان شیعه را که در سن کودکی بازداشت شده و به اعدام محکوم شده بود را آزاد کردند. شاید بتوان گفت آزاد شدن این جوان شیعه به سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به عربستان که قرار است تا چند هفته دیگر انجام شود بی ربط نیست. سازمان حقوق بشری عدالت از نهادهای غیردولتی فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر در توییتی نوشت مرتجا قریش ریس که کم سن و سال ترین زندانی عربستانی به شمار می رود و در سال 2014 میلادی در حالی که تنها 13 سال سن داشت و در اعتراضات علیه حکومت سعودی شرکت کرده و بازداشت شده بود امروز از زندان آزاد شد. این سازمان حقوق بشری اظهار داشت بازداشت قریریس اتفاقی بود که نباید رخ میداد. به نظر می رسد آزاد شدن این جوان شیعه عربستانی به دستور مقام های ارشد آل سعود با سفر آتی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به منطقه بی ربط نباشد. شاید بتوان گفت آل سعود و در واقع محمد بن سلمان در حال تلاش برای نشان دادن وجهی خوب و مدافع حقوق بشری در سطح بین الملل است. به خصوص اینکه مقام های سعودی طی ماه های اخیر دست کم سه جوان شیعی از جمله برادرزاده آیت الله نمر باقر النمر روحانی برجسته عربستانی را آزاد کرده اند. عربستان و به ویژه محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در سالهای اخیر و مخصوصا پس از قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد اهل این کشور به شدت به خاطر رفتارهای مغایر با حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفتند. ناگفته نماند مقام های سعودی 12 مارس گذشته از اعدام بیش از 80 نفر در یک روز خبر دادند. بنابر اعلام ریاض این افراد به ارتکاب جرائم مختلفی از عضویت در گروه های شبه نظامی گرفته تا قتل محکوم شده بودند. این بزرگترین اعدام دست جمعی است که پادشاهی سعودی در تاریخ معاصر خود انجام داده است. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.